امریکا شاخه خراسان دایی در پی جذب مخالفان طالبان در افغانستان است تلویزیون آینه پس از 18 سال فعالیت خود را متوقف کرد ادامه تلاشها برای نجات کودک زابلی که درست پیش در چا افتاده بود نیویورک تایمز بیشتر درخواست های ویزه بشر دوستان افغان ها در امریکا رد شده است و قیام هزاره ها در برابر طالبان با یاد خدا به که زیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید تقاضا میکنیم تا آخری این ویدیو مهم با ما باشید امریکا شاخه خراسان دایش در پی جذب مخالفان طالبان در افغانستان است وزارت دفاع ایالات متحده امریکا از سربازگیری دایش یعنی شاخه خراسان در افغانستان خبر داد. به گزارش سپودنیک وزارت دفاع امریکا می گوید که دایش و القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارند. اما آماده نیستن از افغانستان به عنوان موقعیت خوب برای حمله به غرب استفاده کنند. وزارت دفاع امریکا گفته است که شاخه خراسان دایش در پی سربازگیری و جذب مخالفان طالبان در افغانستان است. این در حال است که چند پیش معاون نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه بیست دل و در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که شمار از نظامیان حکومت پیشین در شمال افغانستان به صفوف گروه داعش پیوستن تلویزیون آینه پس از 18 سال فعالیت خود را متوقف کرد تلویزیون خصوصی آینه پس از 18 سال کار رسانه ای فعالیت خود را متوقف کرده است. با گزارش اسپوتنیک مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته اعلام کرد که فعالیت تلویزیون آینه به دلیل مشکل‌های مالی به پایان رسیده است و این تلویزیون پس از حدود 18 سال سقوط می‌کند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از روی کار آمدن طالبان رسانه‌های زیاد از فعالیت باز مندن. این مرکز ضمن نگرانی از وضعیت رسانه ها در کشور ابراز و امیدواری کرده که با رفع مشکل های مالی و محدودیت های کنونی رسانه های آزاد جایگاه واقعی خود را پیدا کنند تلویزیون خصوصی آینه با حمایت مالی مارشال دوستان معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی ساخته شده بود و نخستین تلویزیون خصوصی در افغانستان بود که پس از سقوط دوره حکومت طالبان در سال 1383 در کابل را و به فعالیت خود آغاز کرد. ادامه تلاش برای نجات کودک زابلی که درست روز پیش چه افتاده بود. باشندگان محلی در زابل می گویند که تلاش برای نجات یک کودک چهار ساله در این ولایت همچنان ادامه دارد. این کودک حوالی ساعت 9.30 پیش از چاشت روز سه شنبه 26 شش دلوه در منطقه جلدلک ولسولی شهر صفای زابل در یک افتاده است. منابع محلی در زابل روز گذشته گفته بودند که این کودک عبدالولی نام دارد. نوارهای تصویری که روز گذشته نشر شد نشان می داد که این کودک زنده است و صدای گیریهش نیز شنیده می شد. با این حال جزیات از وضعیت امروز این کودک در دست نیست و با گفته باشندگان منطقه ابتدا مردم محل تلاش کردند که جان این کودک را نجات دهند اما این تلاش ها به نتیجه بود و گفته آنان تلاش های مقامات محلی نیست تا اکنون نتیجه در قبال نداشته است با این همه مسئولان محلی در زابل گفتند که این تلاش ها را با استفاده از وسایل مورد نیاز همچنان ادامه می دهند نیویورک تایمز بیشتر درخواست های ویزه بشر دوستانی افغان ها در آمریکا رد شده است. نیویورک تایمز گزارش داده که درخواست اکثریت شهروندان افغانستان که متقاضیان ویزه بشردوستانه دوستانی امریکا بودند رد شده است. این رسانه امریکایی با گزارش گفته که تعداد انگشت شمار از درخواست های ویزه بشردوستانه شهروندان افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. نیویورک تایمز با شریف عزیزی مترجم سابق نیروهای ویدیو امریکایی نگاشته است که درخواست پناهندگی اعضای خانواده او که از کابل فرار کرده بودند رد شده است شریف عزیزی که در حال حاضر در کالیفرنیا زندگی می کند به نیویورک تایمز گفته است تمام هایی که گرفته بودم به نظرم یک دروغ بزرگ است با گزارش نیویورک تایمز سازمان مهاجرت امریکا جولای سال 2021 تا اوبنون سه هزار درخواست ویزه بشر دوستانه دریافت کرده است و گفته این روزنامه کمتر از دو هزار درخواست ویزه بشردوستانه بررسی شده است نیویورک تایمز تصریح کرده است که تا 11 فوریه حدود 1500 پرونده رد و 170 درخواستی در تایید شده است. رسانه های آمریکایی در حال از رد ویزه بشر شهروندان افغانستان سخن میزنند که هزاران شهروند دیگر که در روند تخلیه به کشورهای منطقه انتقال داده شدند در پی سرنوشتی و سر میبرند. همچنان قیام هزاره ها هزاره ها دوباره به میدان خواهد آمد برای گرفتن آزادی، حق و حقوق جبه مقاومت به فرماندهی علیپور را تقویت می کنیم گرفته شده است تیویت علی توکلی آیا لوی جرگه مشروعیت می آورد؟ مهدی نوری تحلیل سایت خبری افاق درخواستهای مکرر کرزای از طالبان برای برگزاری لوی جرگه در حال صورت می گیرد که انسانت سیاسی منتقدان سرسخته دارد با عقیده منتقدان لوی جرگه در گام نخست غیر دموکراتیک است و از آنجا که نمایندگان آن در نتیجه رأی مستقیم و انتخاب آزاد مردم افغانستان برگزیده نمی شبن. نشانی مردم سالارانه ندارند و در حالی که خود با بحران مشروعیت روبرو است نمی توانند به تصمیم های ملی مشروعیت ببخشند حامد کرزای رئیس جمهور پیشین باری دیگر از حکومت طالبان خواسته که ابتدا برای کسب مشروعیت داخلی لوی جرگه برگزار کند آقای کرزای در تازه ترین مصاحبه خود با فرانس 24 گفته است که قبل از به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی نیاز است که شهروندان افغانستان از همه اخشار گرد هم آیند و در مورد آینده کشور گفتگو کنند او تاکید کرده که او و دکتر عبدالله عبدالله سالبان خواستند که لوی جرگه برگزار کنند حامد کرزه ابراز امیدواری کرده که این اتفاق بیفتد او سه روز پیش نیست تا یک کنفرانس خبری در کابل از سالبان خواست برای کسب مشروعیت بین المللی ابتدا از طریق برگزاری لوی جرگه مشروعیت داخلی کسب کنند کرزی پس از تسلط طالبان بر افغانستان بارها این مسئله را مطرح کرده اما طالبان تا در این زمینه چیز نگفتند این درخواست در حال مطرح می شود که برگزاری لوی جرگه از دیر زمان به مسابه یک سنت سیاسی مشروعیت بخش نفوذ و اعتبار داشته است شاهان پیشین افغانستان با برگزاری لوی جرگه تصمیم های بزرگ خود درباره مسائل ملی را توجیه و تشریح می کردند سپاس که تا این دم با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید تشکر